بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا و مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعب ولو خرج ذو الحجت و ولم يسمها تعين الهدي في القابل بحث ما در اعمال منا هست در ارتباط با منا هر شد که سه تا عمل مهم داریم اولین عمل رمی جمره عقبه هست که مباحثش کلا به اتمام رسید دومین عملی که در سرزمین منا و در روز عید قربان باید انجام داد عبارت است از قربانی کردن در ارتباط با ذبح قربانی کردن که به عنوان گفتار دوم وارد بحث اون شده بودیم چند تا بحث داشتیم اولین بحث در ارتباط با کلیات قربانی و ارز کنم خدمت با سعادت شما این که قربانی از چند نفر کفایت میکند و امثال اینها بحث کردیم جای زبحش مثلا در چه روزی باید زبح بکنیم در کیفیت زبح و امثالینها بعد در گفتار بعدی راجع به شرایط قربانی صحبت شد اینکه قربانی ما از نظر سین در چه وضعیت باشد کدام حیوان را می توانیم بکنیم حیوان ما نباید معیوب باشد و یک سلسله مستحباتی که در خاتمه اون گفتار محضر شما عرض شد گفتار سوم که مباحثش ناتمام بود در ارتباطی با بدل قربانی بود اگر کسی به هر علت نتوانیست در روز عید در منا قربانی بکند یا پول نداشت یا اگر پول همراهش بود گسفن پیدا نشود مثلا در این صورت وظیفه اش روز گرفتن ده روز هست از این ده روز سه روز را باید در خود مکه و در سفر حج روزه بگیرد و هفت روز دیگر را در سرزمین خودش در ارتباط با همین روز گرفتن بحث های مطرح شد در پایان درس قبلی از جمله این که کسی که میخواهد خواهد چنین روزه ای را بگیرد بهترین حالت این است که روز هفتم هشتم و نهم باشد یک روز قبل از ترویه روز ترویه و روز نهم که روز عرفه باشد اگر کسی روز هفتم را نتوانیست هشتم و نهم را بگیرد بعد از نفر حجاج از منا یک روز باقی مانده را بگیرد و خاطری که نمیتوان در روز عید قربان روزه گرفت و روزه گرفتن در عید حرام است همانطور که مستحضرید اینها و جز اینها احکامی بودند که به حضور شما مطرح شد یکی از احکامی که در آغاز این درس اشون متعرض شده است این است که این سه روز روزه گرفتن که در سفر حج باید انجام بشود برای خودش زمان معینی دارد حتما باید ارز کنم در ماه ذوالحجه باشد به خاطر که این روزه گرفتن هم از اعمال حج هست و اعمال حج باید در اشهر حج باشد با پایان یافتن ذوالحجه اشهر حج هم به اتمام میرسد لذا اگر کسی به هر علتی نتوانیست در ذوالحجه این سه روز را روزه بگیرد باید صبر بکند تا در سال آینده یک حدی قربانی را در سرزمین منا کسی به وکالت از او ذبح بکند و خاطر که ظرفیت روزه گرفتن پایان پذیرفت لذا فرماید ولای صح و سوم سلاسه صحیح نمی باشد روزه این سه روز مگر در ماه زلحجه حتما باید در زلحجه باشد که در این خصوص اشون ادعای اجماع هم شده است در خصوص این مسئله مرحوم صاحب مدارک ادعای اجماع دارد البته بعد طلب بالمتعه بالمتع این کم گفتیم در کل زل حجه بعد از آن که لباس احرام رو با پوشیده باشد و الا اول زل باشد اشون تا هنوز در مدینه باشد لباس احرام برتن نکرده است اینجا نمیتواند اون سه روز را مثلا روزه بگیرد سه روز روزه گرفتن حتما باید عرض کنم در ماه زلحجه و بعد از طلب بوسی به لباس احرام باشد یا عمره تمتع یا مثلا عمره حج تمتع ولو خرج ذو الحجتو اگر ماه ذوالحجه به پایان رسید و لم یسمها و این سه روز را این بنده خدا روز اش را نگریفت در این صورت تعین الهدی و فی القابل معین می شود یعنی واجب است بر او هدی و قربانی در سال آینده سال آینده مثلا مبلغش را به کسی می دهد کسی را از طرف خود وکیل می کند تا در سرزمین مناق برای سال گذشته او یک عدد گسفند را مثلا به عنوان قربانی زبح بکند به خاطر که روزه گرفتن کلن از بین رفت این تو الحدی فی القابل بازم در باب چهل و هفت حدیث سه رو داریم که شاهد این مسئله هست خب این بدل یعنی بدل بودن روزه از قربانی احکام گناگونی دارد یکی از احکامش که حالا مطرح میکند این است که ولو سامها ثم وجد الحدی اگر سه روز روزه را این بنده خدا انجام داد یعنی در واقع مثلا روز هفتم هشتم نهم را بعد از تلبس به احرام روزه گرفت بعد از آنی که روزه تمام شد در روز نهم در روز دهم ده دید که لا ماشاءالله گسفن وافیر هست و گیر میاد بعد از آن قربانی را یافت ولو قبل تلبس به سبعت اگر ارز کنم این یافتن قربانی قبل از متلبش شدن به روزه هفت روز باشه که اون هفت روز را در واقع ارز کنم خدمت با سعادت شما همان طور که مستحضر هستید باید در بلد خودش بگیرد در شهر خودش مثل این که ارز کنم سه روز را روزه گرفت اعمال حج را تمام کرد با اتمام اعمال حج فورا به وطن خود برگشت با هواپیما در روز پانزدهم حجه این در شهر خودش بود اینجا که رسید ارز کنم مطلع شد که گسفن بسیار وافر هست و پیدا شد اینجا تکلیف چی خواهد بود؟ می لم یجب علیه واجب نمی باشد بر این حاجی حدی دوباره یعنی قربانی کردن و کان له المزی و الصوم و حق دارد که به همان روزه اش ادامه بدهد با اینکه تا هنوز روزه را رو تمام نکرده است فقط یک بخشش را که همان سه روز باشد انجام شده است اکثریت روزه که هفت روز باشد باقی مانده است بازم اشکال ندارد عرض کنم می تواند به روزه خودش ادامه بدهد در این خصوص در باب 45 حدیث یک را داریم که شاهد این مسئله هست در واقع این شخص وظیفه اش روزه گرفتن بود او هم به وظیفه خود عمل کرده است امر دال بر اجزا هست دوباره برگشت به ذبح قربانی معنایی ندارد اما ولو رجع الى یک اگر در این صورت بر بگردد به قربانی کان افضل این ثوابش بیشتر هست که در باب چهل و پنج حدیث دور داریم اون مورد قبل باب چهل و پنج حدیث یک بود این باب ۴۵ حدیث دو هست که این نکته در این روایت ذکر شده است خب بالاخره قربانی کردن فضیلت خاص خودش را دارد فرض هم بر این است که طرف روزه کامل را نگرفته است فقط سه روز را گرفته است حالا که قربانی پیدا شده است و این بنده خدا قدرت هم دارد اگر به جای روزه گرفتن قربانی بکند سواب و فضیلت حجش بیشتر خواهد بود این تمام بحث راجع به یک بخش از بدل که همان صوم سلاست و ایام باشد اما در ارتباط با هفت روز روزه گرفتن در وطن و سوم سبعته بعد وصوله الى اهله یعنی صحیح نمی باشد روزه گرفتن هفت روز مگر بعد از رسیدن این حاجی عرض کنم خدمت با سعادت شما به منزل و نزد خانواده اش اهله در این خصوص در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 196 نو... را داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اونجا دارد که فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحجه و سبعه اذا رجعتم این اذا رجعتم قید حکم هست یعنی ان لم ترجعوا فلا تصوموا قبل از رجعت خود به وطن نباید روزه را رو بگیرید در واقع سه روز روزه اول مکانش می شود همون عرض کنم خود مکه و هفت روز بعدی مکانش می شود و تن خودت بالاخره و سبعتین اذا رجعتون پس ظاهر قرآن هم تقاضا دارد که بعد از رسیدن به خانه باید این هفت روز را رو روزه بگیریم اولا و ثانیا در باب چهل و هفت عرض کنم که حدیث چهار را داریم که شاهد این مسئله هست و شاید هم روایات دیگر لذا می فرماید که و سوم سبعته بعد وصوله الى اهله بعد از آنی که نزد اهلش رسید باید روزه بگیرد و لا یشتر تو فیها الموالات و شرط نمی باشد در این هفت روز موالات یعنی پشت سر هم گرفتن روزه بنابر قول اصح که دلیل این هم در باب پنج و پنج حدیث یک روایت داریم از معصوم علیه السلام که موالات شرط نیست این هفت روز را شما می توانید در تایه سه بار بگیرید دو روز را یک بار بگیرید مثلا دو روز را یک بار بگیرید و سه روز دیگر را مثلا بار دیگر بگیرید یا هر جوری که میل خودت باشد بالاخره پس موالات لازم نیست می توان تمام اینها رو پشت سر هم انجام داد پانیزده همی زی به خانه برسد تا بیست دوم را رو روزه بگیرد یا نه اینکه بالاخره هر دو روز هر سه روز روزه بگیرد بعد فاصله بیندازد بعد در فرصت مناسب دوباره روزه خود را تکرار بکند خب این تمام بحث راجع به کسی که به وطنش برگشته است اما اگر طرف به وطنش بر نگشت حکمش چی خواهد بود در خود مکه مقیم شد رفت سفر حج فضای مکه دوستش آمد فضای معنوی است گفت حالا شش ماه اینجا میمانم بعد برمیگردم از طرف دیگر حدی و قربانی را انجام نداده است سه روز را هم روزه گرفته است هفت روز در زمه او باقی مانده است این هفت روز را باید در وطن خود بگیرد حالا که این بنده خدا رفتنش به عقب افتاده است تکلیف روزه او چی می شود؟ در پاسخ مصنف این فرماید این اقامه به مکه اگر این حاجی ما مقیم مکه شد انتظر قدر وصوله منتظر می ماند مقدار وصول اون حاجی را در منزل خودش الا اهل یا نزد خانواده خودش ما لم یزید علا شهرین تا زمانی که نگذشته باشد یا اضافه نشده باشد بر یک ماه و این معنا که در مکه اگر ما یک چند روز صبر بکند مثلا کل سفرش اگر میرفت چند روز طول میکشید یک هفته مثلا این یک هفته را صبر بکند بعد از یک هفته می تواند اون هفت روز را در مکه هم روزه بگیرد قدر وصوله الى اهل منتها ما یزید علی شهرین به شرط اینکه از یک ماه اضافه نشود اما اگر سفر عادی او به وطنش بیش از یک ماه طول میکشد او هم مجبور است حالا تا یک ماه در مکه صبر بکند نه خیر اینجا دیگه لازم نیست عرض کنم تا یک ماه اگر صبر کرد ولو این یک ماه برای روزهای او به وطن کافی نیست می تواند شروع بکند به روزه گرفتن هفت روز در شهر مکه مکرمه البته این یک ماه در زمان ما امروزه خیلی موضوعیت ندارد بسیار بعید هست در ازمینه گذشته که سفرها با قاطر و حیوان و چهار پا بودن چیزی طبیعی بود یک ماه و چهل روز, روز و احیانا دو سه ماه مثلا امر کاملا طبیعی و عادی در سفر مکه بود خب این راجع به یک حالت که اگر کسی به وطنش برنگشت یکی دیگر از مسائلی که اینجا قابل تعقیب هست این است که ممکن است این بنده خدا بمیرد اینجا تکلیف چی خواهد بود همین حاجی که قربانی نکرده است فوت بکند می فرماید ولو ما تمن وجب علیه السوم اگر بگیم بمیرد کسی که روزه بر او واجب شده است ده روز بر او واجب هست ولی فوت کرد و لم یسوم در حالی که روزه نگرفته است مثلا در همون اوائل عمل حج فوت کردن در این صورت وجب ان یسوم عنه ولیو واجب است که روزه بگیرد از این حاجی ولیش که همون فرزند زکورش مثلا باشد که در باب عرض کنم چهل و دو را داریم که شاهد این مسئله هست که ولی باید روزه را بگیرد منتها از سلاسه دو نصب فقط سه روز را اگر قضا بکند کافی خواهد بود اون هفت روز بقیه لازم رعایه نیست این نظر اول نظر دوم و قیل که نظر مال مرحوم ابن ادریس هلی و اکثر از متاخران هست این بزرگواران فرمودن به وجوب قضاء الجمع اگر واجب باشد قضای همگی واجب هست کل ده روز نه فقط سه روز که مرحوم ارز کنم محقق هم می مفرم فرماید و هو الاشبه این قول اشبه به اصول قواعد مذهب هست به خاطر که در باب چهل و هشت حدیث یک را داریم که دلالت بر این نکته دارد که اگر میخواید قضا بکنید همه را باید قضا بکنید نه اینکه فقط سه روز را از طرف میت قضا بکنیم پس تا اینجا ظرف زمانی سه روز را برای شما بیان کردیم نسبت به هفت روز عرض شد که باید حتما بعد از برگشت به با وطن باشد اگر کسی بر نمی گردد باید قدر انتظار بکشد که در اون مقدار و مدت به خانه اش می رسید و اگر کسی فوت بکند دو تا نظر داریم یک نظر این است که سه روز را رو باید قضا کرد نظر دوم این است که کل ده روز را رو باید قضا بکنیم مسئله دیگری را که اینجا مرحوم مصنف مطرح می کند در ارتباط با حدی و قربانی این هست که و من وجب علیه بدنتون فی نظرین او کفارتین و لم یجید کان علیه سب و شیاهین کسی که واجب شده است در زمه اش یک عدد شطور در نظر یا کفاره یعنی ارز کنم که شطور را نظر کرده بود که ذبح بکند نظرش صحیح بود یا کار کرد که باعث کفاره شد به عنوان بدنه در این صورت و لم یجید ولی شطور را نیافت به خاطر که ارز کنم وضعیت بگونه است که حیوان بسیار کم شده است در گذشته که مثل این روز تجارت ها و صادرات و واردات راحت نبود این وضعیت ها بسیار طبیعی بودن بالاخره وقت 20 هزار حاجی هم یا ده هزار حاجی هم یک بار در شهر کوچکی مثل مکه رختن هرچی بوز و گسفند و شطور و گاو بود به اتمام می رسید. دیگر برای یک تعداد چیز باقی نمی مان. درست است که نزدیک دو میلیون حاجی به حجم شرف می شود ولی از طرف دیگر ارز کنم در اثر پیشرفت صنعت و وجود کشته های و برنامه قبلی دولت از قبل به اندازه نیاز حجاج که تعداد اونها هم معلوم هست همون تعداد حیوانات را دولت کاملا وارد میکنن آماده میکنن لذا از این جهت مشکل خاصی نیست میفرماید و من وجب علیه بدنه کسی که بر او بدنه واجب شده از یک عدد شطور در نظر یا کفاره لم یجید ولی یابد اون شطور را کان علیه سب و شیاهین باید هفت تا گسفن را در عوض یک شطور زبح بکند و کافی خواهد بود که در این خصوص در ابواب کفارات صید باب دو حدیث چهار را داریم که شاهد این مسئله هست لذا من فرماید ولو تعین الحدیو فمات من وجب علیه اگر حدی بر کسی معین و لازم شد و بیمیرد کسی که واجب شده است بر او حدی در این صورت اخرجه من اصل ترکه این هدی قربانی رو باید از اصل ترکه خارج بکنیم و ذبح بکنیم علتش این هست که این هدیه قربانی حق مالی هست مثل دین هست همان طور که بقیه دون باید دویون باید از اصل ترکه گرفته بشود اینجا هم این هدی قربانی رو باید از اصل ترکه برداریم محصر بحث ما تا اینجا این شد که از نظر مرحوم مصنف رضوان الله تعالی علی دو تا نکته اینجا مهم هست اگر کسی نتوانست روز اش را بگیرد با این که روزه بر او واجب شده و در بدن قربانی روزه او را باید قضا بکنیم و اگر کسی خود قربانی بر او واجب شد و نتوانست قربانی بکند چون فوت کرد بازم باید از طرف او از اصل طرق پول برداریم و قربانی را انجام بدهیم این تمام بحث در گفتار سوم که در ارتباطی با بدل ارز کنم قربانی حج تمتع بود از طرف رابع و فی حدی القرانه چهارمین گفتار ما در ارتباطی ارز کنم با عمل دوم روز من که زبح باشد در حدی حج قران هست در گذشته ارز کنم در بحث مقدمه سوم اقسام حج را بیان کردیم که حج تمتع داریم حج قران داریم و حج افراد و هر یک از این حج ها ویژگی هایی داشتن هر یک از دیگری هم امتیازاتی داشتن در ارتباط با حد که به حج قران برده می شود که در واقع خود حاجی با خودش سوق می دهد از ارز کنم خود میقات تا ارز کنم مکه و اینها در حالی که در حج تمتع طرف لباس عمره را می پوشد حیوان را با خود نمی آورد فقط در روز عید در سرزمین منا عرض کنم میرود یا یک گسفند را می خرد و اونجا مثلا باید زبح بکند پس تفاوت دارند با هم می فرماید گفتار چهارم در حد قران هست در ارتباط با حدی قران اولین مسئله که شون مطرح میکنه دین است که لا یخرج حدی القرانه ان ملک سائقه خارج نمی شود اون حدی حج قران از ملک سائق حدی سائق یعنی سوق دهنده یعنی وقت لباس احرام را می پوشد، همراه لباس احرام باید یک گسفندی یک شطور یک گاوی همراه خود به سمت مکه به حرکت درآورد. آورد لذا فرماید که وله ابداله و تصرف و برای حاجی هست بدل کردن اون هدیه یا،, یا تصرفی در اون هدیه مثل این که مویش را کوتاه بکنه شیرش را بینوشد و امثال اینها علتش این هست که از ملک خود مالک خارج نشده است به عبارت دیگر وقتی احرام حج قران را پوشید و گسفن را با خودش حرکت داد معنایش این نیست که این در دست و امانت هست و از ملکیت او خارج شد نه خیر. گوسفن همچنان در ملکیت مالک خودش باقی هست حتی بعد از پوشیدن لباس احرام اگر در ملکیتش باقی باشد این تصرفات خوب علی القاعده هست الناس مسلطون علی اموالهم اما اینکه از ملکیتش خارج نمی شود دلیل ما اینجا استصحاب هست بالاخره حکمی به اخراج و باطل شدن ملکیت دلیل میخواد قبل از اینکه طرف به سراغ حج قران برود لباس احرام را بپوشد قطعا این گوسفند در ملک او بود حالا که شک میکنیم بعد از پوشیدن احرام از ملک او خارج شده است یا نه استصحاب میکنیم بقای ملکیت را لذا فرماید لا یخرج حدی القرانی عن ملک سائقه خارج نمی شود حدی قران از ملک سائقه حدی به دلیل استصحاب و برای اون حاجی هست ابدال اون هدی و التصرف در این و این اشعره و او قلده حتی اگر اشعار و تقلید کرده باشد اون حیوان را خب این که میتواند ارز کنم بدل بکند یا تصرف بکند بدل مثل که بفروشد ارز کنم به کسی دیگر یا به حیوان دیگر بدل بکند علتش همون قایده تسلید هست که ناس مسلطون علا اموالهم در ارتباط با اشعار و تقلید در مقدمه سوم در صفحه دوی این کتاب وقتی افعال حج قران را توضیح می دادیم، خدمت شما معنا کردیم گفتیم اشعار و تقلید اشعار بیشتر ناظر به در آوردن مقدار خون از بدن حیوان و مالیدن خون در بدنش هست تا شناخته بشود که حیوان حیوان ارز کنم قربانی هست تقلید کردن مثل اینکه یک کفش کهنه ایمان را برداریم سراخ بکنیم برایش بندی درست بکنیم بعد با بندش او را به گردن بوز یا مثلا گوسفند آویزان بکنیم به عنوان یک علامت که همه وقتی این گسفند یا بوز را میبینند بفهمند که در واقع مالی حاجی هست و هدیه قران هست و کدام تصرفی در اون حیوان نکند این مقدار احتیاط و علامت گذاری هم در اعثار از منه گذشته کاملا طبیعی بود بالاخره گاو فرار میکرد شطور فرار میکرد افراد هم گناگون بودند بعضی ها شتربان و عرض کنم با خوی خاصیت حیوان آشنا بودن سابقه چپانی داشتن ولی خوب یک تعداد با حیوان اینها آشنا نبودن همین که در حج قران وارد می با خودشون یک حیوان را می آوردن حیوان براحتی از دست اینها در می رفت اگر مثلا شوخ بودن به همین جهت هست که این محکم کاری ها صورت گرفته است که در گردنش چیز آویزان بکنیم یا موی حیوان را با خونش رنگین بکنیم تا اگر کسی این حیوان را مشاهده کرد در صحرا و بیابان حکم حیوان و تکلیف و مالک حیوان برای طرف روشن باشد بحث دیگری که شون اینجا مطرح میکند این است که ولیکن متا ساقهو هر زمانی که سوق بدهد حاجی این حدی قران را با خود آمد در مسجد شجره لباس احرام را پوشید بعد شروع کرد به سوق دادن حیوان ولیکن متا ساقه فلا بد من نحره بمنا پس چاره نیست از ذبح کردن اون حیوان را در منا این کان احرام الحج اگر ارس کنم خدمت با سعادت شما این سوق هدی به خاطر احرام حج باشد اما و این کان للعمره اگر احیانا سوق دادن حدی قران به خاطر احرام عمره باشد نه به خاطر احرام حج در این صورت باید اون حیوان را ذبح بکنیم فبفنا الکعبه یعنی ارز کنم در نزد خود کعبه به نزدیک کعبه که عبادت باشد از منطقه حضوره حضوره را فرمودن با ح محمله مثل ارز کنم خدمت با سعادت شما قصوره اگر حضوره بخوانیم بعض هم حضوره ظاهرا حضوره باید بر وزن قصوره باشد چنان که بعض بزرگان گفتن در ارتباط با حضوره کسان مصاحب مدارک می که بهترین جای زبح در مکه هست یک تلی بودن در بین کوی صفا و مروه اسمش حزوره بودند در هر صورت پس می که اینجا جای ذبح دو تا می شود اگر برای احرام حج با خود سوخ کرده باشد حیوان را باید اون را در منا ذبح بکند که معمولا جای قربانی حج هم همون منا هست. اما اگر برای احرام عمره تمتع سوق داده است در این صورت در حزوره که یک تلیس بین صفا و مروه کوی صفا و کوی مروه ونجا باید این گسفن را زبح بکند. این هم حکم دوم. بعد میفرماید که ولو حلکه اما اگر این حدی قران قران از دست ما حلاک شد از بین رفت ارز کنم گرگ آمد او را برد مثلا مریض شد فوت کرد در این صورت لم یجب اقامت و بدله واجب نیست بر حاجه خریدن بدل اون حدی را و ارز کنم که لم یجب اقامت و بدله در این خصوص در ابواب زبح در باب 25 حدیث یک را داریم که شاهد این مسئله هست و لو لم یجب اقامت و بدله لانه لیس به و خاطر که این حیوان در زمه من نیست عرض کنم که امانت دست من بود حد اکثر و چون امانت بوده است مقتضای یاد امانیان است که تفرید و تعدی نشود اگر تفرید و تعدی باشد موجب زمان هست اما اگر تفرید و تعدی نباشد و حیوان تلف بشود هیچ گونه زمانی را باعث نخواهد شد پس اینجا دو تا حالت داشتیم ولو حلک لم یجب اقامت و بدله لانه لیسه به مزمون ولو کان مزمونن اما اگر این حد که با خود سوق داده ایم در حج قران در زمه من و من زامینش باشم من حاجی کل کفارات میسین که این حدی عرض کنم حد کفارات باشد مثلا کسی گناهی کرده است نتیجه اش این خریدن حدی بوده است در این صورت وجبه اقامت و بدلت واجب هست بر این حاجی خریدن بدلش را به خاطر که در ذمه اش بود خانه خواه به عنوان کفاره باید در گسفن را زبح و در اختیار فقرا قرار بدهد حالا که قبل از زبح ارز کنم گسفن از بین رفت حرام شد اینجا خب در عوض کفاره حتما باید گسفندگر را بخرد و زبح بکند و در میان فقرا تقسیم بکند لذا می فرماید وجب اقامت و بدل در واقع اینجا دو تا حکم داشتیم هر دو حکم از همون باب 25 حدیثی قابل استفاده هستند که اگر این حد خود حج قران حلاک شد خرید بدلش واجب نیست به خاطر که زمانی بر من نیست اصل هم براعت هست اما اگر اون گسفند گسفند زمانی باشد مثل این که به عنوان کفاره خریده بودیم و امثال اینها و از بین رفت اینجا اقامه بدلش واجب خواهد شد منتها برای سال آینده نه در سال جاری در این صورت کل کفارات وجب اقامت و بدل باید حتما بدلش رو بخرد و در جای او ذبح بکند و برای فقرا هم تقسیم بشود این تمام بحث راجع به حدی قران البته حدی قران یک سلسله احکام و مسائل دیگر هم دارد که با توجه به اینکه وقت من به اتمام رسیده است درس را با پایان میبرم غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته العبد لا يرجو سوى مولى فانعم واكرم